بچه ها سلام، امروز میخوام براتون یه قصه قشنگ رو بخونم، موتلایی و سه خرس. امیدوارم از این داستان خوشتون بیاد. مامان خرسی، بابا خرسی و خرس کوچولو در کلبه زیبا در جنگل زندگی میکردن. یه روز صبح مامان خرسی یه سوپ خوشمزه پخت. اون رو در سه ظرف ریخت، یه ظرف بزرگ برای بابا خرسی، یه ظرف متوسط برای خودش و یه ظرف کوچیک برای خرس کوچولو. اما سوپ خیلی داغ بود. بابا خرسی گفت بهتره ابتدا کمی در جنگل قدم بزنیم، بعد بیاییم و صبحونمون رو بخوریم. اونا به جنگل رفتن. کمی بعد یه دختر کوچولوی زیبا به خونه اونها اومد. اون گرسنه بود و بوی سوپ همه جا به پخش شده بود. او وارد حیاط شد و با صدای بلند گفت سلام، من موتلایی هستم، کسی اینجا نیست؟ اما هیچ کس جواب موتلایی رو نداد و او وارد خونه شد. او بو می کشید و یه راست به سمت آشپزخونه می رفت و با دیدن ظرفهای پر سوپ گفت به به، این سوپ باید خیلی خوشمزه باشه. موتلایی روی صندلی بابا خرسی نشست. ظرف جلوی صندلی از بقیه بزرگتر بود، اما سوپ درون اون خیلی داغ بود. صندلی بابا خرسی هم خیلی بزرگ بود و برای موتلایی مناسب نبود. موتلایی بلند شد و روی صندلی مامان خرسی نشست، اما سوپ درون اون هم هنوز کمی داغ بود و این صندلی هم مناسب موتلایی نبود. برای همین موتلایی از روی اون صندلی هم بلند شد و رو صندلی خرس کوچولو نشست. این صندلی درست اندازه اون بود. ظرف کوچیک جلوی اونم سرد شده بود. اون شروع به خوردن سوپ کرد و تمام سوپ خوشمزه درون ظرف رو خورد. وقتی که خوب سیر شد، خواست کمی استراحت کنه. اما هنوز چند لحظه نگذشته بود که صندلی چوبی خرس کوچولو شکست. صندلی مامان خرسی و بابا خرسی هم بزرگ بود و اصلا راحت نبود و موتلایی مجبور بود جای دیگری رو برای استراحت پیدا کنه. اون به اتاق بابا خرسی و مامان خرسی رفت. موتلایی روی تخت خواب بابا خرسی دراز کشید، اما اونجا خیلی صفت بود و اصلا راحت نبود. تخت مامان خرسی هم همینطور صفت بود و اصلا جای راحتی برای استراحت نبود. موتلایی بلند شد و به اتاق خرس کوچولو رفت و رو تخت خرس کوچولو دراز کشید. اونجا خیلی نرم و راحت بود. موتلایی خوشحال شد و چشماشو بست و خوابید. بقیه داستانو تو قسمت بعدی براتون تعریف میکنم عزیزای من. فعلا خدا نگهدارتون.